جنبش بزرگ دعایی داشت مبنی بر این که از یزدان پاک میخواست که کشور رو از سه امر مصون بداره: از دشمن، خشکسالی و دروغ. این مرام کوروش بزرگ بود و به ویژه دروغ یکی از بدترین صفاتی است که در یک جامعه میتونه گسترش پیدا بکنه. به همین مناسبت من به نام ملت ایران، از سوی ملت ایران چند کلامی سخنی دارم، خطاب به حاکم بر ایران. آیت الله خامنه ای حاکم بر ایرانه و دیدگاه های حکومت رو میگه. من هم جزوی و عضوی از ملت ایرانم و میخوام در برابر سخنان و ادعاهای اخیر ایشون نکاتی رو عرض کنم. اولا این که ما میدانیم ملت ایران و بلکه همه اونهایی که نوروز رو جشن میگیرن، از افغانستان تا تاجیکستان تا عراق تا ترکیه تا بسیاری از کشورها، اونها سفره هفت سین دارن، سفره هفت سین میچینن. پرسشی داریم از آقای خامنه‌ای به عنوان حاکم امروز بر ایران: چرا ایشون سفره هفت سین ندارد و چرا اساساً اینها با هفت سین مخالفند؟ مگر میشود ملتی هفت سین داشته باشد؟ اما اونهایی که مدعی حاکم بر ملتن و خودشون رو حتی حاکم برگزیده ملت میدونن، با سنت های ملی مخالفن. کسانی به من میگفتن که این پرسش رو مطرح کن. و جالبه بدونید امروز کسی به من این حرف رو زد و از من خواست که این پرسش رو مطرح کنم، که من میشناسم به هر حال آدمی است که اتومبیلی داره، زندگی داره، کارتون خواب نیست، توی خیابون زندگی نمیکنه. ولی او به من میگفت و به راستی هم میگفت فلانی، من نتونستم سنجد و سمنو و چیزهای دیگر هفت سین رو بخرم، هنگام تحویل حتی 10,000 تومان پول هم نداشتم، نهار عید من و دوتا بچه هم و خانمم تخم مرغ بود. خب اون هفت سین نداره برای اینکه پول نداره، به برکت حکومت حضرت آیت الله خامنه ای و سایر آیت الله ها پول تهیه سفره هفت سینش رو نداره. اما چرا آقای خامنه ای و روحانیون بلندپایه که تا کنون ما دیدیم از خمینی به بعد بر ایران حاکم بودن، هفت سین ندارن و با هفت سین و سنت های ملی در ستیز؟ این یک نکته. نکته بعدی مربوط می شود به مسئله اقتصاد ما ملت ایران. اقتصاد ما ملت ایران دست حاکمینه، دست دولته، دست نیروهای تحت امر حضرت آیت الله خامنه ایست، سپاه و بنیاد مستضعفان و نمیدونم اون بنیاد بزرگ مال قدس رضوی و نمیدونم اون کمیته اجرایی امام که میلیاردها بالغ بر 100,000 میلیارد دلار داره. همه این ثروت ها در دست اینهاست. ولی ایشون الان که سخنرانی کرده در مورد بهبود اقتصادی، توپ رو انداخته تو میدان ما ملت ایران و گفته که مردم خودتون دست به کار بشید و پولهای کلان و جزئی خودتون رو وارد تولید کنید تا وضع مملکت خوب بشه. خب این یکی از راه‌حل‌های یک حاکم مطلق در ایرانه. نکته بعدی که گفته این استش که آقای بایدن باید تحریم‌ها رو برداره و ایشون راست آزمایی کنه، یعنی مطمئن بشه که تحریم ها رو برداشتن، اون وقت ایشون به برجام بپیونده. دوستان عزیز، هم میهنانم، ببینید آقای خامنه‌ای به گونه‌ای سخنرانی میکنه، به گونه‌ای ادعا میکنه که انه ایشون حاکمه، ایشون دست بالا رو داره و آمریکایی ها و اروپایی ها دست پایین رو دارن.
ابدا و اصلها به این فکر نمی کنه که دلار به بالای 25,000 تومان رسیده. ارزش پول ملی ما طی 40 سال گذشته به 1/5000 رسیده. فقط به خاطر همین سیاست ها، ادعاها و به عنوان این که اینا خودشون رو خیلی قدرتمند میدونن، میگه اول تحریم ها رو بردار، من راست آزمایی کنم مطمئن بشم، بعد من میام به برجام میپیوندم. نمیخوام بگم لجبازی با دنیا، نمیخوام بگم لجبازی با ملت ایران، اما بدترین نوع پاسخگویی و بیمسئولیتی کامل. این هم از مسئله اقتصاد ما راه حل دادنشون و گفتن که به این وسیله موانع رو که امسال گویا اسم امسال رو گذاشته موانع، برطرف شدن موانع، موانع تولید و موانع پیشرفت و موانع هر چیز و موانع راهنمایی رانندگی و چیزهای دیگه ای که مردم میگن البته. خب این هم تکلیف اقتصاد. اما و اما نکته ای که کوروش بزرگ به خدا پناه‌برد، به ایزد پاک پناه‌برد از شر اون، مسئله دروغ. دروغ بدترین صفته و عرب ها به خوبی گفتن که الکذب مفتاح کل شر، یعنی دروغ و کذب کلید همه شروره، کلید همه بدی هاست. اگر فردی دروغگو بود یعنی که همه بدی ها رو باید انتظار داشت از اون، و اگر جامعه گرفتار دروغ شد اون جامعه قطعا سقوط خواهد کرد. و اما حاکم ما امروز چگونه سخن میگوید و چگونه ادعا میکند؟ ایشون مدعی هستند که رأی او در انتخابات به اندازه یک پسر 16 ساله است، یعنی به اندازه یک رأی اولی تأثیر داره. ببینید خودتون داوری کنید. شورای نگهبان رو چه کسی تعیین میکند؟ 6 تن شورای نگهبانی که تعیین کننده این که چه کسانی کاندیدا باشن و چه کسانی نباشن در مجلس خبرگان، در مجلس شورا، در ریاست جمهوری و در همه امور، این 6 تن رو شخص ولی مطلقه فقیه تعیین میکند، همونی که مدعی است رأی او به اندازه یک پسر 16 ساله موثره. سیاست های تبلیغی صدا و سیما رو و سایر دستگاه های قدرت رو چه کسی تعیین می کند؟ یعنی وقتی که انتخابات توسط بسیج و سپاه و شورای نگهبان مهندسی شد به امر آقا که رأی ایشون به اندازه یک جوان 16 ساله تأثیر داره، تازه وقتی که مهندسی شد و تمام رو قلع و قمع کردن و چند تن که پیرو آقا و زوب در ولایت هستن رو تایید کردن، اون وقت تبلیغانگام تبلیغاته، نهادهای قدرت و برد و ثروت دست کیه؟ و جالبه بدونید ایشون از اون زمانی هم که کاندیدا مشخص میشن به صورت یک طرفه شروع میکنه سخنرانی کردن، مثلا در مورد ریاست جمهوری دائم حرفایی رو میزنه که ویژگی هایی رو داره مطرح میکنه که فرد مورد نظرش رو به طرفدارهاش معرفی کنه، مثل احمدی نژاد، مثل ناطق نوری در انتخابات های گذشته. خب تو تبلیغات هم که آقا هیچ تأثیری نداره، به اندازه یک جوان 16 ساله تأثیر. این هم در تبلیغات، مهندسی کردن انتخابات، تبلیغات اون و پس از انتخابات. پس از انتخابات وقتی که در انتخابات تقلب میشه، کاندیداهایی ناراضی هستن، مردم توی خیابان ها میان، چه کسی به شورای نگهبان دستور میده که ترتیب اثر نده؟ در جنبش سبز چه کسی دستور داد؟ و یا در انتخابات های بعدی چه کسی دستور داد که تمامش کنید؟ یه جوان 16 ساله از سیستان بلوچستان به اندازه حضرت آقا رئیس در انتخابات موثره. اما وقتی که انتخاباتی برگزار میشه و خودشون میگن تقلب شده، ایشونه که میاد سینه‌شو سپر میکنه، به سپاه و نیروی انتظامی و بسیج و اطلاعات انتظامی دستور میده مردم رو سرکوب کنن، بفرستن تو خونه ها. ایشون رأیش به اندازه یک جوان 16 ساله رأی اولی تأثیر داره. از ابتدای کار تا انتهای کار رأی آغاز، امر آغاست، هرچه ایشون میگه همونه. ایشون میان میگن که من به اندازه یک جوان 16 ساله رأی اولی تأثیر دارم. یعنی آقای خامنه‌ای
داره فرایند رای دادن، فرایند انتخابات و فرایند به اصطلاح اون چیزی که در غرب و در دنیای مدرن بهش میگن دموکراسی و دموکراتیزه کردن رو محدود میکنه، میبره در اون برگه که آره یا نه. و معلومه وقتی که همه دو صندوق رای میرسن همه اونایی که رفتن ریختن همه مثل همه، ولی چه کسی مهندسی میکنه؟ چه کسی تبلیغات رو راه میاندازه؟ چه کسی پول و ثروت داره؟ چه کسی پس از انتخابات تعیین میکنه که احمدی نژاد باشد یا رقیب احمدی نژاد؟ و چه کسی دستور میده که عده‌ای رو میکشن در جنبش سبز و پس از اون به خاطر اعتراض به همین انتخابات پر از تقلب؟ لذا اینجا وقتی که ما میرسیم یاد حرف کوروش بزرگ میرسیم که به خدا پناه میبره، به ایزد پاک پناه میبره، به یزدان پاک پناه میبره از شر دروغ. اون هم اگر قرار باشه حاکم دروغ بگه مقابل چشم همه مردم، مردم اصلا در شگفت میمونن. مگر میشود که رأی حاکم مطلقی که حتی میتونه کاندیدا رو به عنوان و به اسم قدرت مطلقه، یادتون هست حکم مطلق داد آقای دکتر معین رو که رد صلاحیت شده بود رو آوردن، گفتن بهش حکم مطلق، رأی که چیه مطلقه. خب کسی که حکم حکومتی میده کاندیدا رو بالا پایین میکنه، شورای نگهبان رو تعیین میکنه و مشخص میکنه کی رأی بشه کی تایید بشه، توی تبلیغات نظر او صائب هست، پس از انتخابات هم او هستش که تعیین کننده است و تازه رئیس جمهوری هم که سر کار میاد باید به حکم و به اطاعت او باشه و به قول خود رئیس جمهورهای رژیم جمهوری اسلامی که گفتن ما فقط یک تدارکاتچی هستیم، آیا او رأیش به اندازه یک جوان رأی اولیه 16 ساله مؤثره؟ آیا فرایند رأی گیری رو و فرایند انتخاب سرنوشت رو ایشون در همون یک برگ میبینه که میندازه توی صندوق؟ یا تمام اون سیاست ها، برنامه ریزی ها، مدیریت ها و قدرتی که اعمال میشه که در دموکراسی همه اینها باید برابر باشه، آزاد باشه، رقابتی باشه، منصفانه باشه، اما در جمهوری اسلامی همه به اطاعت ولی مطلقن و به همین دلیل است که ملت ایران امسال رو نه به جمهوری اسلامی از طریق تحریم مطلق انتخابات یا نمایش انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد اعلام کرده، برای این که حاکم مطلق که باید سمبل راستی و تقوا و درستگویی باشه تبدیل میشه به سمبل ریاکاری و دروغگویی. پاینده باشید شما ملت بزرگ ایران و آماده بشید برای تحریم مطلق این نمایش انتخاباتی که پایش بر دروغ گذاشته شده. بدرود.